سلام به همه شما دوستان نازنینم، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، دلاتون شاد باشه. با یکی دیگه از برنامه های ذهن زیبا در خدمت شما هستم، باز هم و بتونیم با همدیگه امروز روزی رو بسازیم که شما راجع به روابط عاطفی آگاهی بیشتری پیدا کنید و بتونید اون رابطه عاطفی که دلتون میخواد رو برای خودتون ایجاد کنید. من این پایین بنویسم رابطه عاطفی، خب که بچه هایی هم که میان بدونن ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. پرفکت. خب برای شما دوستان عزیزی که توی لایو با من همراه هستین و در تا آخر لایو همراه من میمونید، یک سورپرایز دارم. همراه من باشید تا آخرش، بهتون این سورپرایز رو حتما میگم. میریم سر سراغ سوالهای شما. میتونید الان سوالهاتون رو اینجا برای من بنویسید، من شروع میکنم دونه دونه سوالهای شما رو راجع به رابطه عاطفی توضیح دادن. به نظر من رابطه عاطفی یکی از مهمترین رابطه هایی که ما توی زندگیمون داریم، برای اینکه میتونه اون قسمت تاریک وجود ما رو بیاره بیرون و همه غم و غصه ها، ناراحتی ها، درد هایی که توی زندگیمون داریم میتونه اون قسمت روشن ما رو بیاره بیرون و ما رو به اون روشنایی نزدیک تر کنه. خب یه مسئله ای رو که از همین اول بهتون بگم اینه که خیلی از شماها ایران هستید، خیلی از دوستای دیگه خارج از کشور هستن که سالهای ساله که ایران نبودن و اینجا زندگی کردن. بنابراین من اگر کلمه ها رو انگلیسی و فارسی میگم، برای اینه که اون دوستای عزیز به من میگن که سپیده تو این کلمه های قلمبه سلمبه فارسی رو استفاده میکنی، ما معنیش رو نمیفهمیم. من سعی میکنم که اگر از کلمه های قلمبه سلمبه استفاده می کنم به انگلیسی هم بگم، بعد به فارسی بگم، که همه دوستایی که هم در خارج از کشور هستن هم در ایران هستن بتونن منظور من رو متوجه بشن و این نباشه که کسی اینجا احساس کنه که من اون کلمه رو اونجا نفهمیدم چجوری سپیده چی گفت و کلش رو میس کردم. اوکی، پرفکت. پس من سعی میکنم هم فارسی هم انگلیسی جفتش رو بگم. میریم سراغ سوالهای شما. اوکی. چند تا سوال برای من فرستاده بودن. اول سوالها رو شروع میکنم جواب دادن. خب یکی از دوستای عزیزمون پرسیدن که چرا من نتونستم تا به امروز آدم مناسب خودم رو پیدا کنم. خب من این مسئله رو میخوام به همه دوستایی که هنوز مجردن این رو بهشون بگم که داره چه اتفاقی میفته و از لحاظ روانشناسی معنوی، اون چیزی که توش تخصص دارم، اون چیزی رو که میدونم که کار میکنه، چون روانشناسی معنوی سیستم زندگیه، یعنی سیستم زندگی رو به شما یاد میده و من وقتی شروع کردم این درس رو خوندم و بیشتر و بیشتر توش عمیق‌تر شدم، متوجه شدم که اگر ما میخوایم توی این دنیا موفق باشیم و اگر میخوایم که احساس خوبی داشته باشیم، اگر با قسمت معنویمون و با قلبمون در ارتباط نباشیم، همیشه در زندگیمون احساس خالی بودن میکنیم. مهم نیست حتی بهترین چیزها رو هم داشته باشیم، احساس خالی بودن میکنیم. بنابراین یک چیز کلی تر که بهتون بگم اینه که روح شما اومده در اینجا، اون سول شما اومده در اینجا که تجربه کنه، اومده خودش رو تجربه کنه، اومده به اون نوری که توی وجودش آشناتر بشه و بنابراین ما شروع میکنیم در طول زندگیمون از بچگی تا اینکه بزرگ میشیم تجربه هایی رو توی زندگیمون میاریم که این تجربه ها اگر درست ازش استفاده کنیم باعث میشن که ما به اون نور وجودمون آگاه تر بشیم و به تکامل برسیم، چون روح ما اومده در این دنیا که به تکامل برسه. هدف ما پول نیست، هدف ما اون ماشینه نیست، هدف ما حتی اون رابطه عاطفیه نیست. هدف ما اینه که ما از
اون رسیدن به اون موفقیت، از اون کاره، از اون رابطه عاطفی استفاده کنیم برای تکامل روحی که به این دنیا اومدیم. پس اگر خیلی از ماها اصلا به اون قسمت معنویمون نگاه نمی کنیم، اصلا با اون روحمون در ارتباط نیستیم، بزرگترین قسمت زندگیمون رو داریم از دست میدیم. بزرگترین تجربه‌ای که میتونیم تو این دنیا داشته باشیم رو از دست میدیم. برای همینه که من خیلی پشنت هم اشتیاق دارم برای اینی که آدم‌ها با قسمت معنوی و روحشون در ارتباط باشن، و این چیزی نیستش که الان به ما داده شده باشه. از صدها سال پیش صوفیزم، دراویش، کبلا، چیزهای مختلف راجع به این مسئله صحبت کردن که این سیستم زندگیه. پس وقتی شما شروع میکنی رو خودت کار کردن، در واقع سیستم زندگی رو یاد میگیری. و این تجربه ها، حالا گفتن که برگردم روی این سوالی که گفتن که چرا من نتونستم هنوز به اون کسی برسم که من رو خوشحال میکنه و یه رابطه خوبی داشته باشیم، اینه که شما در واقع در رابطه های عاطفیتون میاین اون چیزهایی که در درونتون وجود داره و همچنان اگر حل نشده باشه رو توی پارتنر مقابلتون میبینید. یعنی چی؟ یعنی اگر من در درونم احساس انسیکیوریتی یا ناامنی میکنم و در درونم اون اعتماد به نفس رو ندارم، در نهایت کاری که انجام میدم، در نهایت آدمی رو جذب میکنم که اون هم اون اینسیکیوریتی رو نداره و با اون ناامنی رو توی درونش احساس میکنه، و اون ناامنی، دو تا آدم ناامن به هم برخورد میکنن، اون وقت رابطهشون پیش نمیره، اون وقت باعث میشه که تو رابطه هاشون شکست بخورن. چون من همیشه به کلاینت های خودم میگم قبل از اینی که دنبال قیافه باشید، قبل از اینی که دنبال این باشید که یارو چه شغلی داره، چی کار میکنه، دنبال این باشین که اون آدم چقدر احساس امنیت میکنه با خودش. چون آدمی که اون احساس امنیت رو تجربه میکنه تو درونش، راه خودش رو مشخص میکنه، یعنی میدونه مسیرش چیه، میدونه از دنیا چی میخواد. حتی اگر بخواد با شما فان داشته باشه و فقط خوش بگذرونه، این رو از همون اولش به شما میگه و این نیست که شما رو وارد این بازی کنه. من واقعا خندم میگیره که یه سری از کوچ ها و یه سری از آدم ها شروع میکنن به آدم ها تیپس میدن، میگن خب طرف که این تکست زد، تکستش تو باید اینجوری جواب بدی. بعد نمیدونم تو یوتیوب، تو جاهای مختلف، اگر طرف نمیدونم اینو گفت تو باید اینو بگی. زندگی این بازی ها نیست، رابطه عاطفی این بازی ها نیست که شما بری بخونی که اگر فلانی اینو گفت من بعد الان چی بگم، یا الان بعد چه رفتاری بکنم. واقعیتش این نیست. اینها همش روش هاییه که باعث میشه ایگو، اون قسمتی از وجود ما که میترسه، با اون قسمتی از وجود اون آدم که میترسه در ارتباط باشه. شما مسلماً نمیخواین با یک آدمی که آدم ترسویه در ارتباط باشید. ممکنه اون آدم خیلی آدم موفقی باشه ولی با خودش رابطه خوبی نداره. شما اگر هنوز اون آدم رو پیدا نکردی، یه دلیل مهمش اینه که همچنان توی درونت یک سری زخم‌ها، یک سری مسائل گذشته هست که تو هنوز اونها رو درمان نکردی، و وقتی درمانش نکنی در نتیجه آدم‌هایی سر راهت قرار میگیرن که این آدم‌ها آدم‌های مناسبی نیستن. ولی خب خیلی راحت تره که ما از بقیه ایراد بگیریم، بگیم فلانی مثلا پلیر بازی میکنه، فلانی ایموشنالی آن اویلیبل، احساساتشو در اختیار من نمیذاره، فلانی اینجوریه، فلان. خیلی راحته من بگم که آدما خوب نیستن، بگم فلان مردا، بگم فلان زنه خوب نیست، زنا بگم فلان مرده خوب نیست. خب این خیلی راحته که ما بقیه رو مسئول این زخم‌های درونیمون بکنیم. ولی در واقع من اگر برم
وقت بذارم، زخم‌های درونیم رو حل کنم، با روحم آشنا بشم، ببینم این سول من، این روح من از این دنیا چی میخواد و آیا چه نوع رابطه عاطفی باعث میشه من به اون تکامل درونی برسم، باعث میشه من اون روشنی وجودم رو تجربه کنم. من همیشه میگم، اینجا رو خوب گوش بدین، من همیشه میگم شما باید با کسی در رابطه عاطفی بری که اون آدم باعث میشه تو خودت رو بیشتر دوست داشته باشی، اون آدم باعث میشه روشنایی‌های خودت رو بیشتر ببینی. اگر اون طرف باعث میشه که تو احساس ناامنی کنی، باعث میشه که از خودت ایراد بگیری، بری ببینی دخترهای دیگه دارن چی کار میکنن، پسرهای دیگه دارن چی کار میکنن، او من به اندازه کافی خوب نیستم و از این حرفا، اون آدم تو رو واقعا به اون تکامل نزدیک نمی کنه. و اگر داره این اتفاق توی درونت میفته، حتما باید وقت بذاری، روی خودت کار کنی، باید زخمای درونیت رو حل کنی و با اون روحت آشنا بشی. اگر نه، دوتا آدم ناام برای اینه که این اتفاق هنوز نیفتاده. اینم بریم سر سراغ سوال بعدی. خب بریم سر سراغ بعدی. خب این رو که من خیلی میشنوم اینه که وقتی از رابطه‌ای که برای ما خوب نبوده خارج شدیم ولی هنوز به اکسمون فکر میکنیم. ببینید، اگر هنوز شما دارین، اگر توی رابطه‌ای بودین که اون رابطه خوب نبوده و از اون رابطه اومدی بیرون و همچنان داری به اون آدم فکر میکنی، این برای اینه که اون قسمت از وجودت که احساس بی‌ارزشی میکنه، اون قسمت از وجودت که احساس میکنه کافی نیست، همچنان دنبال اون رابطه است. و اون قسمت از وجودت در واقع دنبال اون رابطه نیست. اون قسمت از وجودت دنبال درمانه، دنبال اینه که حالش خوب بشه. بعد فکر میکنه چجوری حالش خوب میشه؟ اگر اون آدم برگرده تو زندگی من حالم خوب میشه. دیگه تمومه. دیگه من حالم خوب میشه، همه چی عالی میشه، دیگه همه مشکلات حل میشه. ولی این همون راه آسونه است. در واقع راه درست چیه؟ راه درست اینه که تو اگر میدونی اون آدم برای تو خوب نیست و آگاه شدی که این قسمت از وجودت که احساس بی‌ارزشی میکنه دنبال این آدمه، احتیاجه که بری بشینی با یکی کسی که قبولش داری کار کنی، اون آدم به تو کمک کنه این مسائل و مشکلات تو، این بی‌ارزشی درونت رو حل کنی. وقتی این بی‌ارزشی درونت رو حل کردی، اتفاقی که برات میفته اینه که اصلا اون آدم دیگه اون آدم جذاب نیست، اصلا اون آدم رو تو دیگه لازم نداری که یه مرهمی باشه روی دردت. تو در درونت انقدر احساس کامل بودن میکنی. چرا اصلا من دیروز برای شما این هرم رو گذاشتم؟ هرمی که چجوری ما میتونیم به یک انسان کامل باشیم؟ چون خیلی ها فقط حواسشون میزن خب پس من اگه خوشگل باشم، اگه فیت باشم، اگه به اون موقعیت مالی رسیده باشم، دیگه همه منو میخوان، دیگه همه من، دیگه زندگیم خوب میشه. نه، من میخوام بهتون بگم که اتفاقا یک جراح پلاستیک هست که اتفاقا داشتم کتابشو میخوندم، راجع به این صحبت میکرد که چقدر از خانومها پیشش رفتن و فکر کردن که خب ما اگر این قیافهی که دلمون میخواد رو این جراح پلاستیک برای ما ایجاد کنه، من دیگه اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنم. و این آدم با صدها هزار نفر کار کرده بود و متوجه شده بود که اون شکلی که در واقع میخواستن اون آدم ها پیدا کردن بعد از جراحی پلاستیک، ولی اعتماد به نفس، خوشحالی هیچ کدوم بر نگشته. چون تصویر ذهنی شما با جراحی پلاستیک حل نمیشه. تصویر ذهنی شما اینجاست. تصویر ذهنی شما زمانی تشکیل شده که مثلا مامان تو رو با دختر خاله، با پسر عمود مقایسه کرده و به تو گفته تو کافی نیستی، تو نمیتونی، ببین فلانی چقدر بهتره، یا پدر یا مادر
توجه نکردن، یا هزار تا اتفاقی که مختلفی که برامون افتاده، اون تصویر ذهنی ساخته شده. حالا تو هی برو جراحی پلاستیک کن، هی لاغر شو، هی چاق شو، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی ایجاد نمیکنه. اون فرقه فقط واسه 2-3 ساعته، 2-3 ساعت خوشحالی که به اونجا رسیدی تموم شد، برمیگردی به اون چیزی که تو ناخودآگاهته، چون ناخودآگاه ما خیلی قوی تر از اون چیزیه که ما میبینیم. چون حالا چند بار شده به شما یه کسی یه چیز خوبی گفته، یه کامپلیمنتی داده، گفته وای چقدر مثلا لباست قشنگه، چقدر موهات قشنگه، باری کردن، چقدر تو آدم موفقی هستی، ولی توی درونت تو اصلا فکر نکردی تو اون آدم موفقی، تو اصلا توی درونت فکر نکردی اون آدم خوشیکله یا خوشتیپه یا چقدر موهات قشنگه. هیچ کدومش اصلا برای تو معنایی نداشته، یه حرف قشنگی بوده که یکی زده، بعدش هم به خودت چک میکنی میگی این آدمو چی میبینن، شاید من اصلا فیکم. ولی در واقع اتفاقی که افتاده اینه که انقدر اون باور ذهنی شما قویه و احساس میکنی کافی نیستی و خوب نیستی که اصلا مهم نیست بقیه چی بگن. خب بنابراین شما دوست عزیز باید نگاه کنی اون قسمت بی ارزشی که توی درونت هست که احساس میکنه کافی نیسته که دنبال این آدمه. وگرنه من اگر در درونم مسائل و مشکلاتم حل شده باشه، هیچ وقت دنبال یک آدمی نمیرم که اون عشق رو به من نمیده. چرا؟ الان براتون میگم. چون من اگر توی درونم دارم این عشق رو، این روح با روحم، روحم رو میشناسم، عشق رو دارم تجربه میکنم توی درون خودم، اون وقت منتظر یه آدمی هستم که اون عشق رو که من توی درونم آردی دارم تجربه میکنم به من بازتاب بده. یعنی مثل یه نوری مونه که بازتابش رو من ببینم، ببینم که اون چیزی که من راجع به خودم فکر میکنم درسته. اوکی؟ بنابراین اگر من فکر میکنم من آدم کافی نیستم، من آدم بی ارزشم، آدم به من خیانت میکنم، منو ول میکنن میرن، obviously میرم دنبال یه آدمی که دقیقا همین کارو کنه. بعد اسمش رو میذارم عشق. خواهش میکنم اسمش رو حداقل عشق نذارین، خودتون رو گول نزنین. اون چیزی عشق نیست. عشق باعث میشه تو با قسمت روشن وجود در ارتباط باشی. چرا فکر میکنید من این سوالو بدم؟ چرا فکر میکنید الان بعد سالهای سال تمام اشعار مولانا و حافظ رو توی تمام دنیا ترجمه کردم، میخوننش، بعد راجبش کلاس میذارن، چرا فکر میکنید؟ برای اینکه اون چیزی که مولانا و حافظ حرف میزنن قسمت معنوی وجود ماست. یه خانومی برای من نوشته بود که من اصلا این حرفا رو باور ندارم و فکر میکنم که ما همیشه باید به مغزمون اعتماد کنیم، قلبمون، قلب اصلا من به چیزی به عنوان قلب باور ندارم. ما همیشه اولا که من مونده بودم خود چرا منو فالو میکنی اگر باور نداری، چون من همش باورم روی قلب و احساسات و روح ماست و کائنات و اون چیزی بزرگتری که باهاش در ارتباطی. دوباره که شما اگر مغزت از کار بیفته همچنان میتونی زندگی کنی، همچنان مغزت اگر از کار بیفته بدنت هست، بدنت داره کار میکنه، خب یعنی همچنان تو این دنیا هستی. ولی که قلبت از کار بیفته دیگه تو این دنیا نیستی. پس همینو میخوام بهتون بگم که چقدر این قلب ما همچنان هم. نه اون قلب، اون اسمش قلب نیست، نه اون که میترسید بعد میرین توی رابطه های اشتباه بعد اسمشو میذارید من طرف رو خیلی دوست دارم، اون دوستش ندارین، از تنهاییتونه. وگرنه شما همون لحظه شما یه کیس بهتر بدن، یه کیسی بدن که طرف دوستت داره به احترام میذاره، یارو ول میکنی از روی ناراحتی ها و ترس ها تو همه اینها رفتی تو اون رابطه. اسمش خواهش من عاشق بودن نذارید. این قلب شما توی هر لحظه داره به شما کمک میکنه که برسید به اون تکامل روحی که براش تو این دنیا اومدید. اگر همینجا به همه دوستایی که اینجا هستن بگم، اگر باور ندارید که روحی وجود داره، اگر باور ندارید که برای نیت بزرگتری توی این دنیا اومدید، اگر قسمت معنویتون رو باور ندارید و فکر میکنید وجود نداره، منو باید کامپلیتلی آنفالو کنید. خب من بهتون بگم منو باید آنفالو کنید. چرا که
انرژی شما با انرژی من نمیخوره، چون من چیزی که باور دارم و برای زندگی، همه میگن چرا رفتی دنبال روانشناسی معنوی، چون تنها سیستمی بود که کار میکرد، تنها سیستمی بود که توی زندگی خودم کار کرد، تنها سیستمی بود که با تمام کلاینت ها، الان خیلی از بچه ها یا توی کلاس های گروهی من شرکت کردن یا کلاینت های خصوصیم هستن که اینجا هستن الان، کار کرد. یعنی من اون روشی رو که دیدم، اون سیستمی که زندگی جلو میره، اون کار میکنه برای اینی که چیزیه که توی درون همه ما وجود داره، چیزیه که شما باهاش به دنیا اومدی. اگر اتفاقاتی توی زندگی افتاده که اون رو فراموش کردی، اگر به اون عشق دیگه باور نداری، اون به خاطر اتفاقاتیه که افتاده، نه اینی که اون عشق وجود نداشته، نه اینی که خداوند اومده ما رو مجازات کنه. خدا هیچ که روح تو هیچ وقت تو رو مجازات نمی کنه. ولی کاری که میکنه اینه که به تو تجربه های سختی میده که تو اون تجربه های سخت تو رشد کنی. مثل یه دونه ایه که میخواد از این قالبش بیاد بیرون. آره سخته، ولی باعث میشه تو پیشرفت کنی. و اگر بخوای همه چی تو زندگی آسون باشه، هیچ وقت توی زندگی پیشرفت نمیکنی. آسونتر چی؟ آسونتر اینه که من بخوابم تو تخت، هیچ کاری نکنم، نه ورزش کنم، نه بکارم. مثلا آسونه، درسته آسونه، ولی هیچ اتفاقی توی زندگی شما نمیفته، شما هیچ تغییری توی زندگیتون نمیبینین. پس اگر تجربه های سخت دارین که خودم هم داشتم، و اگر برین توی یکی از یوتیوب ها کل زندگیم رو براتون گفتم، یعنی شما اگر برین زندگی من رو ببینین، من بسیار تجربه های سختی داشتم، ولی اگر تونستم از اون تجربه های سخت بیام بیرون، حال خوبی داشته باشم، با اون عشق درونیم در ارتباط باشم، بتونم بیزنسی بسازم که اون چیزی رو که دلم میخواد بهم میده، موفق باشم، اینه که اون سیستم رو، اون سیستمی که روانشناسی معنوی میگه رو دنبال کردم. اون یک سیستم زندگیه و باعث شد که من با اون روشنایی وجودم در ارتباط باشم. و شماها هم میتونین. برای همینه که بهتون میگم، یا این چیزایی که من میگم رو توی درونتون حس کردین، یا باور دارین، یا قسمت معنویتون رو میشناسین، یا دلتون میخواد بیشتر بستونسین، یا اینکه من باید آنفالو کنین، چون اون وقت انرژی ماها با هم نمیخوره. ولی من باور دارم که هیچ چیزی در این دنیا اتفاقی نیست. شماها اگر اینجا هستید، روحتون من رو میشناسه و من شماها رو میشناسم. شاید هیچ وقت ندیده باشمتون، شاید کلاینت هم باشید، شاید قرار کلاینت هم باشید، خب، ولی روح ما همدیگر رو میشناسه و قراره به همدیگه کمک کنیم برای آگاهی بیشتر. هر دفعه من یه نفر رو کوچ میکنم، هر دفعه به یه نفر کمک میکنم، خودم آگاهیم بیشتر میشه. پس این یک رابطه یه طرفه نیست، ما همه با همدیگه داریم کمک میکنیم برای اینکه تو این مسیر رشد کنیم. خب برم سر سراغ سوال بعدی. برای دوستایی هم که اینجا هستن بدونین که من اون سورپرایز رو براتون دارم، و بعد از اینکه آخر این لایو و من اون سورپرایز رو برای شما دارم. خب اوکی، راجع به ترس از ازدواج میشه صحبت کنین؟ خب خیلی از شماها، خیلی از شما دوستای عزیز من، خب میترسید از ازدواج. خب حقم دارید. دورورمون آدم هایی دیدیم که توی رابطه هاشون موفق نبودن، طرف بهش خیانت شده، یا خوشحال نیستن، یا اصلا به خاطر بچه دارن زندگی میکنن، و این نمونه ها رو توی زندگیمون دیدیم. و با دیدن این نمونه ها دیدیم که رابطه های خوبی ندارن و فکر کردیم که من از ازدواج میترسم. خیلی ها به من میگن که من اصلا از ازدواج میترسم، چون که فکر میکنم آزادیم رو از دست میدم، احساس میکنم چجوری میشه با یه آدمی 24/7 24 ساعته با این آدم زندگی کرد، بغل دستت بود، همه اون مخصوصا دوستایی که خودشون بالاخره کاری دارن، زندگی دارن، آدم های موفقی هستن، و احساس میکنن که اگر وارد یک رابطه عاطفی بشن، هر چیزی رو که دارن از دست میدن. اوکی؟ خب میخوام اینو بهتون بگم که کسایی فکر میکنن که ازدواج ترسناکه، که احساس میکنن باید تمام وجودشون رو بدن به اون آدم،
و احساس میکنن اون آدم یک آدمیه که میاد تمام خوبی‌هاشون و تمام اتفاق‌های خوبشون و تمام چیزهایی که قراره براشون اتفاق بیفته رو ازشون بگیرن. خب شما دارین از ازدواج میترسید چون تمرکزتون رو گذاشتین توی یک رابطه ناسالم. معلومه که از یه چیزی که سالم نیست، از یه چیزی که من فکر میکنم خوب پیش نمیره باید بترسم. اصلا این که یه چیز عادیه. من وقتی فکر کنم مثلا اگر به من بیان بگن که او سپیده بیا بریم با هم دیگه این بیزنس رو شروع کنیم، ولی من مطمئنم این بیزنس شکست میخوره، خب معلومه که میترسم وارد اون بیزنس نمیشم. خب ولی این ترس های وجود تو در نتیجه راحت نبودن با خودته، در نتیجه اینه که میگم هنوز اون هدف الهیت رو پیدا نکردی. چون اگر هدف الهیت رو توی درونت پیدا کنی، اون باعث میشه که تو یک آدمی رو بیاری توی زندگیت که اون آدم، برای همینه که ما توی این دنیا تنها به دنیا نیومدیم، مگر هممون توی غار زندگی میکردیم. خب اینه که اون آدم به تو کمک میکنه در این مسیر تکامل و به رسیدن به این هدف الهی زندگیت پیشرفت کنی. اون آدم راهو برای تو هموارتر میکنه، راهو برای تو آسونتر میکنه. نه اینکه شما در رابطه مشکلی ندارید، اون مشکل ها هم باعث پیشرفت شما میشه، ولی تو اگر آدمی هستی که فکر میکنی، بزنین اینو من بزنم، تو اگر آدمی هستی که فکر میکنی اگر وارد ازدواج بشی همه چیزت رو از دست میدی، یعنی به خودت اعتماد نداری هنوز. چون اگر به خودت اعتماد داشته باشی، یک، و دو، مرزبندی درستی داشته باشی، باوندری های درستی برای خودت داشته باشی، میدونی که اون آدم اول به مرزبندی های تو احترام میذاره. بنابراین اگر یه تایم میخوای مستقل باشی، میخوای به کارهای خودت برسی، میخوای دوستات رو ببینی، اون آدم به پیشرفت روحی تو فکر میکنه. خب پس به تو احترام میذاره. دو، تو انقدر اعتماد به نفس داری که میدونی که میتونی به اون چیزهایی که توی زندگیت میخوای برسی و با اون آدم یک مسیر مشترکی رو انتخاب میکنی که به اون چیزی که میخوای برسید. ولی اگه ازش میترسی، مربوط به ازدواج نیست. میخوام بهت بگم دوست عزیز، توی زندگیت نگاه کن، فقط ازدواج نیستش که ازش میترسی، خیلی چیزهای دیگه هم هست که تو ازش میترسی. ولی اینجوری خیلی راحت تره که من بیام بگم که خب طرف میاد تمام آزادی منو میگیره، وای من چجوری 24 ساعت بغل یه نفر باشم. چرا که نه، اگر اون آدم 24 ساعت در کنار تو باشه، به تو احترام بذاره، به تو عشق بده، با تو همراه باشه، ما تو این دنیا چه چیزی بهتر از این میخوایم؟ ما همه چیزای خوبی که داریم رو دلمون میخواد با بقیه شیر کنیم. و شما یه رستوران خوب میری سری به دوستت میگی پاشو برو اینجا خیلی خوب بود، یه کار خوبی میکنی میری به بقیه میگی. اون شیر کردنه به ما احساس خوبی میده، یکی از نیازهای اساسی ماست اون شیر کردنه. پس اگر تو میترسی، دلایل خیلی مهمتری هست و فقط ترس از ازدواج نیست. خب یه سوال اینجا هم بچه ها سوال کردن رو جواب بدم. نوشتن دلیل این که بعد یه مدت طرف از چشم میفته و اینکه دیگه خسته میشم ازش چی میتونه باشه؟ خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی یکی از دلایل مهمی که میتونه داشته باشه اینه که تو هنوز توی زندگیت نمیدونی چی میخوای. بنابراین میری دنبال رابطه‌ای که فقط اون لحظه به تو احساس خوبی میده. من انقدر میبینم با کلاینت های خودم، انقدر میبینم که یه خانم میاد برای من تعریف میکنه که من وارد این رابطه شدم، طرف خیلی دوستم داره، فلان خوبه، ولی مثلا فلان کارو کرد، من ازش خسته شدم. خب شما در واقع اتفاقی که افتاده اینه که سه تا ریلیشنشیپ قبلیت ریلیشنشیپو بوده که طرف ازت سوء استفاده کرده، طرف باهات بدرفتاری کرده، بهت خیانت کرده، یه اتفاقی افتاد که بعد این رابطه تموم شده. خب بعد یه طرفی میاد یه ذره به تو عشق میده، یه ذره به تو نشون میده که آدم مهمی هستی براش، بعد دیگه وقتی به تو نشون میده تو آدم مهمی هستی، دیگه تو دل میبازی و فکر میکنی این رابطه‌ایه که میخوای. خب برای اینکه فقط میخوای اون
جای خالی رو، اون زخمه رو پر کنی یه جوری، توی درونت حلش نکردی ولی فقط میخوای اون لحظه احساس خوبی بهت بده، بنابراین اونو پر میکنی. بعد اتفاقی که میفته بعد از اینکه یه ذره اون پر شد، بعد دو سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، یه سال میفهمی اوه اصلا این آدمی نبود که من میخواستم. برای همینه که به شما دوستای عزیز میگم که باید برید بشینید این زخما رو حل کنید با یک آدم متخصص. خودتونم تنهایی نمیتونید، تو کتابا هم نوشته نشده، چون اصلا اینجوری کار نمیکنه، وگرنه همه کتاب میخوندن و مشکلاتشون حل میشد. باید چیزهایی که تو ناخودآگاه شما اتفاق افتاده حل بشه، وگرنه این مسائل هی اتفاق میفته، برای همینه که خسته میشی. یه چیز جالب داشتم میخوندم از اینی که شما میدونید که بیشتر آدم هایی که طلاق میگیرن، ازشون یه استادی کرده بودن که بیشتر آدم هایی که طلاق میگیرن کی فهمیده بودن که اون رابطه به دردش نمیخوره؟ باورتون نمیشه اگه جوابش رو بهتون بدم. قبل از ازدواج. یعنی قبل از ازدواج اون آدم میدونسته که اون طرف مقابل به دردش نمیخورده، ولی بازم باهاش ازدواج میکنه و حالا به طلاق میرسه. بنابراین ماها یک سری ترس ها، کمبود ها، اینا رو داریم، بعد فقط میخواییم این کمبود ها رو پر کنیم. میبینیم او سه تا رابطه داشتم، رابطه بدی بوده، الان یه آدمی هستش که به من عشق میده، به من احساس خوبی میده، پس این همونه، این همونه که من میخوام. ولی بابا این داره بهت احساس خوبه رو میده، عشق رو میده، ولی پنج تا چیز مهم رو نداره. مثلا اون آدم تعهد کافی رو به این رابطه نداره، اون آدم آدم شکاکیه، اون آدم اعتماد به نفس کافی نداره. خب بعد میگه حالا اشکال نداره طرف شکاکه، اشکال نداره از صبح تا شب منو چک میکنه، اشکال نداره که خیلی به رابطه متعهد نیست، به من میگه دوستت دارم. خب بابا اینا از ترسات میاد که میری با همچین آدمی، وگرنه اگر توی درون خودت احساس خوبی داشته باشی هیچ وقت دنبال همچین آدمی نمیری. باز هم میگم این روح ما اومده تو این دنیا که عشق رو تجربه کنه، نه این همه تاریکی رو. تاریکی رو هم تجربه میکنیم برای اینکه آخرش به این روشنایی، به این عشق برسیم. ولی اگر شما دوست عزیز یه سوال دیگه که کرده بودم، او من با اکسم به هم زدم، بعد میرم چک میکنم طرف چی کار میکنه، شما دوست عزیز که دنبال سولمیتتی، دنبال اونی که به اون آدمی که برات خوبه برسی، هر باری ببینید دنیای تو روانشناسی معنوی ما اینو میگیم، خب و توی علم های دیگه هم این ثابت شده، نگاه کنین هر اکشنی یه ریاکشنی داره، خب یعنی هر کاری که هر عملی یک عکس العملی داره. خب شما هر دفعه که میری به اون اکست فکر میکنی، یا مثلا میری سوشال میدیاشو نگاه میکنی، اینستاگرامشو نگاه میکنی، بعد میبینی با یه دختر دیگه هست، بعد اون دختره رو میری چک میکنی، بعد میگی وای دیدی من به اندازه کافی خوب نیستم، بعد اصلا یه چیزی جالب تر که برام تعریف میکنه، اصلا اون دختره رو تو اصلا اون پسره رو نمیخواستی، میدونستی که به دردت نمیخوره، حالا که رفته با یکی دیگه تازه اونم خواستنی شده میفهمی چقدر میخواستش. خب یعنی ببینید چقدر ما با خودمون بد رفتاری میکنیم. هر دفعه که شما میری سوشال میدیای اون آدمو چک میکنی، هر دفعه که به خودت این احساس رو میدی، یه قدم از رسیدن به اون آدم، به اون آدمی که سولمیتت، اون آدمیه که قراره باهاش باشی، به اون ازدواج ازش دور میشی. یعنی فکر نکنید رفتارهایی که ما میکنیم همجوری رو حواس. هر فکری که شما میکنید، هر رفتاری که انجام میدی، هر دروغی که به خودت میدی، هر دفعه قولای خودتو میشکنی، همه اینها توی زندگی کلی شما اثر داره. پس نگو نشستی همچنان میری دوست پسر قبلی تو یا دوست دختر قبلی تو چک میکنی داره چی کار میکنه، بعد میگی چرا من اون آدمی که دلم میخواد سر راه من قرار نمیگیره، چرا اون آدم نمیاد، من نمیدونم هرچی من دیت میرم اون اتفاق نمیفته. خب بابا رفتارهایی که داری میکنی رو نگاه کن، بعد هر کدوم از اونا رو بذاری کنار هم دیگه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه تو رو میندازه عقبتر. وگرنه اون روحی که قراره سولمیت تو باشه و قراره توی صحنه بشه تو بیاد، منتظر تو وایستاده، منتها منتظر تو وایستاده تو خودتو درمان کنی، تو بتونی به اون اتفاقات گذشته رو بذاری کنار، آدم سالمی بشی، بعد همدیگر رو میتونی. وگرنه با هم ازدواجم میکنی، دوستایی که خیلی میخوان ازدواج کنن ازدواجم میکنی، اون رابطه تموم میشه. توی رابطه‌ای هم که گفته بودن که
چرا من به شوهرم اهمیت میدم اون به من اهمیت نمیده، تو باید بری در توی درون خودت نگاه کنی آیا تو به خودت اون اهمیت کافی رو میدی یا فقط منتظر نشستی که شوهرت یا زنت به تو اون اهمیت رو بده، مثل یه بچه کوچولویی که فقط منتظره بهش توجه بدن. آیا تو به خودت اون توجه کافی رو میدی؟ آیا تو برای خودت وقت میذاری یا نه؟ این خیلی مهم. خب بریم سراغ سورپرایز امروز و هدیه‌ای که من برای شما دوستای عزیز دارم که امروز توی این لایف شرکت کردیم. خب امیدوارم که این لایف براتون مفید باشه. بدونید که چقدر قسمت معنوی شما به شما کمک میکنه که از مسائل راحت‌تر بیاین بیرون، روشنایی رو ببینید، به اون چیزهایی که دلتون میخواد توی زندگیتون برسید. برای دوستایی که دلشون میخواد توی این مسائل بیشتر بدونن، این سیستم رو بشناسن، به من مسیج بدن، میتونن به صورت خصوصی یا گروهی با من کار کنید و من بهتون میگم تمام دوستایی که توی کلاس گروهی یا خصوصی کار کردن زندگی های متفاوتی دارن و واقعا من میتونم عکس بیفور افتر قبل و بعد براتون بذارم که ببینید چقدر تغییر کرده و شما هم میتونید این کار رو برای خودتون انجام بدید با سیستم درست، با روش درست، نه با روش سرزنش، نه با اینی که شما رو کسی محکوم کنه. شما تو این دنیا اومدین که به پتانسیل های زندگیتون برسید، شما پر از استعدادید. من هر وقت با هر کسی کار میکنم حتی بدترین اتفاقم براش افتاده باشه، اون رو به عنوان یک عنصری از عشق میبینم و بهش کمک میکنم که اون هم اون عشق، اون استعداد درونیش رو ببینه، مسائلش رو حل کنه و اون چیزی رو که دلش میخواد براش اتفاق بیفته. اوکی خب دوستای عزیزم، با ایران خصوصی کار نمیکنم، فقط به صورت گروهی که اگر دلشون میخواد شرکت کنن توی کلاسای گروهی. کلاسمون الان گروه زنان شجاع هدفمند هست که من این کلاس سالهای ساله که دارم و کلاس بعدی رو حتما بهتون خبر میدم. احتمالاً از ماه دیگه کلاس بعدی رو برای شما دوستان عزیز بذارم، سریع سولد اوت میشه، ولی دوست دارم که شما دوستای عزیز حتما شرکت کنید. توی تلگرام هم چیزها رو میذارم، شما میتونید هم ویدیوها رو ببینید. هم حدودا الان 2 سال خورده ای من این برنامه های ذهن زیبا رو دارم، یعنی حدودا 70-80 تا اپیزود هست که شما میتونید برید گوش بدید. بقیه رو کوچ کردم، میتونید ببینید توی اون برنامه تلگرام و همینطور هم اینجا با هم دیگه در ارتباط هستیم. خب بریم سراغ اینی که من هدیه ای که برای شما دوستای عزیز دارم. چشم، حتما سیو میکنم این لایو رو که شما بتونید بعدن هم نگاه کنید، حتما هم دوباره ببینید. بعضی وقتا دوبار سه بار شنیدن خیلی به ما کمک میکنه که اون آگاهی که دلمون میخواد برامون اتفاق بیفته و به خود وجودیمون نزدیک تر بشه. خب سورپرایزی که براتون دارم، هورا بکشیم. من یه کلاسی داشتم، کلاس 3 کلید طلایی برای داشتن رابطه عاطفی موفق. خب این یک سمینار 2 ساعت است که کلی بهتون کمک میکنه اینی که خودتون رو بشناسید، 3 تا از باورهای غلطی که در رابطه عاطفی دارید چیه و 3 تا کلید طلایی که میتونید از این باورهای غلط بیاین بیرون و به خودتون برگردین چیه. و توی این کلاس همه رو توضیح دادم، بچه ها رو کش کردم، همه شو میتونید ببینید. خب حالا میخوام به یکی از دوستای عزیز این سمینار 2 ساعته که کلی مطلب مناسب براش داره برای اینکه به رابطه عاطفی که دلش میخواد نزدیک تر بشه، حالا چه توی ریلیشنشیپ چه باشید چه نباشید فرق نمیکنه، در اصل رابطه با رابطه خودمونه، هدیه بدم. خب کاری که میخوام الان انجام بدیم اینه که میخوام دوستایی که دوست دارن که برنده بشن، خب اینجا بزنن من، خب زدن من می بزنم من. خب کاری که میکنم اینطوری از بالا پایین اسکرول میکنم، یکی که اومد یکی رو انتخاب میکنم. میخوام فقط بزنین من یا قد بفرستین اور وادبه. خب بزنین، من منتظر میشم تا شما این منه رو بزنید که ببینیم کی برنده یه خوش شانس امروزمون که میتونه این سمینار رو ببینه و کلی بهش کمک میکنه که رابطه درستی با خودش بسازه کیه. دی 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 دی. بریم ببینیم کی امروز میبره. من
برای دوستایی که تا شما داریم میزنیم من بازم بگم، برای دوستایی که تو این سمینار 7 روزه با من شرکت کردم واقعا بهتون افتخار میکنم. باری کلا که تو این سمینار 7 روزه با من، تو این چالنج 7 روزه با من شرکت کردیم. واقعا چه چیزی بهتر از عشق دادن به خودمونه، با روحمون آشنا شدنه. واقعا ما هدفهای بزرگتری داریم توی این دنیا، ولی دنیا میگه که او باید به این برسی، با این برسی، با اون برسی، و خودمون رو بعضی وقتا فراموش میکنیم. و وقتی خودت رو پیدا میکنی، اون اهمیت رو به خودت میدی، چقدر احساس خوبی میکنی. خب بچه ها دونه دونه دارم. خب ببینیم که کائنات میخوان که امروز این کلاس به کی برسه که من بعدم براش بفرستم، چه تو ایران باشی چه توی آمریکا، تو هر جای دنیا باشی میتونی این رو نگاه کنی، این کلاس رو میتونی نگاه کنی، چون فایلش رو جایی گذاشتم که میتونی ببینی، فرمایی فرق نمیکنه. خب من اوکی پرفکت دیگه. چه بچه هم میزنیم من عشق میریزین. قرار برنده بشید، خوشحال باشید، عالی. بریم سراغ خب ببینیم چند نفر میزنن. مرسی عزیزم، منم خیلی خوشحالم که ما همدیگر رو پیدا کردیم و اینجا در کنار همدیگه هستیم. من واقعا احساس میکنم هر دفعه این لایو ها رو میذارم، شما برام مسیج میدیم، احساس میکنم که واقعا میشناسمتون، با همدیگه در ارتباطیم. اگر و اگر روح من توی این دنیا اومده که با آدم ها کمک کنم که با اون عشقشون، با اون روشنایی وجودشون نزدیک و نزدیکتر بشن، باعث افتخار منه که بتونم به شماها کمک کنم که زندگی های بهتری داشته باشه. خب بریم سراغ قرعه کشی. من چشامو وقتی میخوام برم بالا پایین چشامو میبندم که جرزنی هم نباشه، ببینیم که روی کی میفته دست من و این برنده خوششانس ما. بعدن این برنده خوششانس ما به من یه چیز کنه، به من DM بده که من این رو براش بفرستم. البته که اسمشو اینجا مینویسم که داشته باشم. خب بریم ببینیم برنده خوششانس ما کیه. خب من چشامو میبندم. خب برنده خوششانس ما الینا جون 95. پرفکت. الینا جون 95. الینا جون 95 به من پیغام بده، من این سمینار رو برات میفرستم که بتونی نگاه کنی و بتونی اون رابطه عاطفی که دلت میخواد رو توی زندگی داشته باشی. برای دوستای دیگه هم اگر دوست دارین این سمینار 2 ساعته رو نگاه کنین، قیمتش 47 دلاره. همونجوری که بهتون گفتم 3 اشتباهی که توی رابطه های عاطفی دارید میکنید و بهش آگاه نیستید توی ناخودآگاهتون رو متوجه میشین، و 3 کلید طلایی که بهتون کمک میکنه رابطه عاطفی مناسبی داشته باشین. براتون لینکش رو توی استوری ها میذارم که اگر دوست داشتید بقیه دوستان عزیزم خریداری کنن. خیلی دوستتون دارم، مرسی که امروز با من همراه بودید. ایشالا هفته دیگه هم حتما جمعه میبینم اتون. مبارک باشه دوست عزیزی که برنده شد. این لایو هم سیو میکنم که بعدا هم بتونید نگاه کنید. یادتون نره روح شما همیشه یه همیشه شما رو به سمت روشنایی هدایت میکنه. پس اگر احساس کردید که دارید به سمت تاریکی میرید، اون روح شما نیست، اون قسمتی از وجود شماست که میترسه. برای دوستایی هم که گفتن چجوری میتونن با من پرایوت سشن و جلسه خصوصی داشته باشن، و اون هم میذارم توی استوری اینستاگرام ببینید. ما یه جلسه 45 دقیقه یه کانسالتیشن اول با هم دیگه داریم که من ببینم شما چی میخواین، بهتون یه سری چیزها رو یاد بدم تو اون جلسه، و بعد به شما بگم که ما چجوری میتونیم حالا از این به بعد تو جلسه های بیشتر با هم دیگه کار کنیم. براتون اون هم لینکشو میذارم، یا اگه برین توی وبسایت من sepicoaching.com پایین صفحه یه جا نوشته schedule call، تو اون جلسه ما همدیگر رو میبینیم
جلسه یک ویدیو کاله، همدیگر رو میبینیم و با همدیگه در ارتباطیم. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید، تا هفته دیگه ببینمتون. فعلا خداحافظ همگی، خداحافظ.